خب ما این قسمت ادوانس بعدن دا اینجا داریم ما شما آیکن اسپیسینگ ورتیکال و آیکن اسپیسینگ هوریزونتال. آیکن ها را ما شما میفهمیم که مشناسیم آیکن ها کدام هست. در مجموع در این صفحه شما میبینیم بنام شد میشن آیکن. ما میخواییم که فاصله بین آیکن ها را البته عمودن و افقن بیشتر بسازیم و اینکه کمتر. خب آل فلحال میم در قسمت نیو فولدر یک فولدر در این قسمت قرار میدیم و هم یک ویف ساوند در این قسمت قرار میدیم. فعلا ببینین فاصله هاریزونتال افقن به این سایز است و عمودن از قسمت مای دکومنت تا قسمت آیکن مای کامپیوتر به این سایز. ما میخواییم که فاصله شان زیادتر شود. من در قسمت پراپرتیز اپیرنس ادوانس بالا آیکن اسپیسینگ ورتیکال عمودن سایز چقدر است؟ 43. ما این را میسازیم فرض کنین به اندازه 86 عمودن و اپلای میکنیم. یک رفرش میکنیم. آیا تدبیق شد؟ نشد. تا زمان تدبیق نمیشه، تا زمانی که یک بار مجموع سیستم خود را ریستارت یا لاگ آف. بعضی آپشن هایی را که ما شما کار میکنیم اگر احیانا تدبیق نمیشن پس کمپیوتر خود را باید ما شما یک ریستارت یا لاگ آف. درست است نه؟ حالا تدبیق نشدن فاصلهش به مو سایزی که بود هیچ کدام تغییرات نمیکنه. من در قسمت استارت لاگ آف باز هم قسمت لاگ آف میکنیم. دوباره لاگان میشیم. فاصله زیاد شده یا نه؟ تنها ورتیکالی شده. اما هاریزونتال به موسای تبلیش هست. من در قسمت پراپرتیز بخش اپیرنس ادوانس هاریزونتالی را انتخاب میکنیم. 43 سی را هم میسازیم به سایز 86. اوکی. اپلای. تدویق شد؟ نشد. مجموع چیز را داریم؟ استارت لاگ آف. باز هم در قسمت یک لاگ مجرده که ما شما لاگ آن میشیم میبینیم که فاصله بین آیکن ها بیشتر یعنی آپشن ما تدبیر شد. دوباره در قسمت پروپرتیز اپیرنس آیکن اسپیسینگ ورتیکال 86 قبلی چقدر بود؟ 43 و هم از قسمت هاریزونتال ایره هم میسازیم شبسته. اوکی اپلای. تطبیق شد؟ باز هم با شما با لاگ آف استارت لاگ آف دوباره وقتی که لاگ آن میشیم دوباره میبینیم تطبیق شده. فقط از قسمت ارنج آیکن بای او تو ارنج انتخاب میکنیم به اون شکل اساسیش تمام شد. بعدا ما این بخش بعدیش پراپرتیز Advanced در قسمت ما شما داریم آیکن. ما شما آیکن اسپیسینگ فقط تغییرات بالای فاصله از عمودن و افقن و حال ما میخواییم که تغییرات بالای خود آیکن بریم از نگاه فانت و از نگاه سایزش. قبلا اگر فکرتان باشه ما از قسمت افکت آیکن یوز لارج آیکن که انتخاب میکنیم فقط بزرگ میشه دیتنی با اون سایز مشخصش بود. اما اگر ما خواسته باشیم بیشتر خورتر و بزرگتر بسازیمش در این صورت من در قسمت ادوانس بخش آیکن کلیک کرده میگیم سایز خطش چند است بیرن؟ 8 است. سایز از این خطا 8 است. میگیم که سایزش 16 باشه و همچنان سایز خود آیکن یک سایز خطش بود سایز خود آیکن به سایز 64 باشه. بعدن اوکی اپلای. ببینیم سایز آیکن های ما در مجموع بزرگتر بزرگتر شد و همچنان سایز خطایشون بیشتر. پس اگر خواسته باشیم ادوانس دوباره بخش آیکن میگیم سایز خطش 8 باشه و سایز خود آیکن ما 30. اوکی و بعدن اپلای. بعدن بخش ادوانس میریم و از این قسمت انتخاب میکنیم دسکتاپ. دسکتاپ ما شما قبلا در قسمت بخش دسکتاپ کار کرده بودیم. بخش کالر چه وقت کالر استفاده کرده میدانید؟ وقت زمانی که تصویر ما و شما از این قسمت بک‌گراند خود چی انتخاب میکنیم؟ نه فعلا وقت زمانی که ما بک‌گراند نن انتخاب کردیم
رنگ صفحه ما به رنگ فرض کنین انتخاب میکنیم رنگ سار. بعدا اپلای کردم. وقت زمانی که اپلای کردیم فلحال رنگ دسکتاپ ما با کدام رنگ است؟ رنگ سرخ است. و من در این قسمت پروپرتیز بخش اپیرنس ادوانسد دسکتاپ کدام رنگ است؟ یعنی چی از اینجا انتخاب کنیم؟ چی بیاییم از قسمت دسکتاپ از اینجا انتخاب هر دوش یک. دوباره میریم بخش اپیرنس ادوانس و در این قسمت داریم کپشن بتن. کپشن بتن شما ببینین در این قسمت کلوز بتن همراه با هلپینگ بتن بنامه چیاد میشن؟ کپشن بتن. هر برنامه ایره که ما و شما باز میکنیم مثلا ورد پد از خود کپشن بتن میشن، یعنی هر ویندو ایره که ما و شما باز میکنیم از خود کپشن بتن میشن که کپشن بتن پروگرام های ما بیشتر کلوز بتن، مکسیمایز بتن و منیمایز بتن. منیمایز مجرد که ما شما فشار میدیم ببینین پروگرام ما در قسمت تاسکبار قرار میگیره. دوباره بالاش کلیک میکنیم مکسیمایز می یا بریم از این قسمت ریستور کنیم که سایزش کوچکتر شود تا اینکه بتونیم از نگاه سایز پروگرام خود یا مو ویندو خود بزرگتر و کوچکتر بشه. و همچنین کلوز بتن هم شما میفهمید که وظیفه چی است؟ کلوز کردن ویندو. خب در این قسمت هدف ما این چی بود که ما میخوایم تغییرات بالای کپشن بتن های خود کنیم. فعلا به این سایز است. میایم در قسمت ادوانس کپشن بتن کلیک کردم سایز چند است؟ 25. اینو میسازیم با سایز 50. شما میتونید تغییرات در قسمت کنید. اوکی بعدا اپلای. سعی کنید کپشن بتن خودت چقدر بزرگ شد. و حالا اگر بریم از قسمت رن وردپد باز کنیم ببینیم چقدر بزرگ. یعنی هر قدر ویندوی که باشه کپشن بتنش در مجموع تغییرات بالایش بالا میشه. ادوانس کپشن بتن انتخاب کردم. دوباره سایز استانداردش 25. اوکی اپلای. بخش بعدیش در این قسمت داریم اپلیکیشن بگراند. اپلیکیشن بگراند چی را میگم؟ میریم در برنامه پنت. اینی که از شما میبینید رنگ خاکستری که هستید برنامه اپلیکیشن بگراند. یعنی هر اپلیکیشن شما مثلا برنامه ورد است. برنامه ورد شما اگر دیده باشین یک صفحه دارن. وقتی که صفحه را سایزش کوچک میسازیم همین اپلیکیشن بگراند در عقبش معلوم میشه دو طرف یا فرض کسی دارم ما میتونیم که اپلیکیشن بیاریم. یعنی اگر خواسته باشیم که تغییرات بالای رنگ اپلیکیشن بگراند خود بیاریم در این صورت در قسمت ادوانس بعد اپلیکیشن بگراند به رنگ خاکستری است این را چینج میکنیم فرض کنیم به رنگ سارد. اوکی اپلای. حال مجرده که ما شما در یک اپلیکیشن خود بیاییم رنگش به رنگ رد یا سرخ. دوباره من در قسمت اپلیکیشن بگراند سایز شکلش انتخاب میکنیم به این شکل رنگش درست سنیم. من در قسمت ادوانس و بخش بعدیش اکتیف ویندو باردر و اکتیف تایتل بار. درس قبلی بود که ما شما همراه با این اکتیف تایتل بار و این اکتیف ویندو باردر خوانده بودیم. و حال من بخش 3D Object تمام ویندوهایی را که ما شما باز میکنیم از یک رنگ 3D Object تشکیل میشه که من در این قسمت میخوام تغییرات بریم باش. مثلا این خود ویندوی را که ما شما باز کردیم ببینین به این شکل از رنگ تشکیل شده. میم در قسمت 3D Object رنگ زمینش به این رنگ است و رنگ خطایش به رنگ سیاه. زمینش هم میگیم به رنگ سبز باشه و رنگ خطایش به رنگ زرد باشه. یا انتخاب میکنیم میگم بلک درست است سیاه. اوکی اپلای. حال مجرده که ما و شما رن باز میکنیم یا به این فرض کنیم که یک ویندوی دیگر باز کنیم ادوانس افکت در مجموع تمامش به اون رنگ چی شد؟ کیره بر ما به نام 3D Object. دوباره من در قسمت ادوانس 3D Object میگیم رنگ قبلیش انتخاب میکنیم که بایده میشه بعد اون اوکی اپلای. و ای بود در مجموع موضوعات بالای بخش اپیرنس یا شکل ظاهری. بعدا بخش بعدیش میرین قسمت ستینگ. خب ببینین در قسمت ستینگ ما شما داریم اسکرین ریزولوشن.
اسبرين ریزولوشن. خود اسکرین ریزولوشن یا همین صفحه که شما میبینید از پیکسل بگوییم یا دات تشکیل شده. دات به انگلیسی چی رو میگن؟ و شما اگر بیشتر دقیق شوید خود اینمی LCD یا مونیتور از نقطه های بیشتر کوچک کوچک تشکیل شده. خوب دقیق شد. یا مثال بدیم شما اگر موبایل های تانه ببینید یک همه که بسیار کم او دمیش بزنید پکسل هایش مالا میشه خب بزرگ یا بیشتر شما میدانید که پکسل ها در تلفون های 11 ساعت شما دیده باشین وقتی که مارک بازی میکنید هر تکمه ای را که میگیر و یک پکسل صحیح زنید؟ بس هدف ما دارید چیه؟ که خود سیستم کامپیوتر رو شما یعنی اسکرین ریزولوشن از پکسل ها یا از نقطه ها داشته باشه. اینجا یک مثال واضح براتون بدم. هر ایمیج را که شما میگیرید باز هم از اسکرین ریزولوشن یا از پکسل تشکیل میشه. شما اگر کامرا از بازار بگیرید اول پرسان میگیرید که چقدر پکسل هست؟ 2 مگاپیکسل، 3 مگاپیکسل. هر قدر پکسلش که زیاد باشه اون هم قدر قیمت کامرا هم چی هست؟ زیاد. چرا؟ زمانی که اگر پکسل یک کامرا بیشتر باشه وقتی که شما عکس میگیرید اون هم قدر کیفیت عکس کم باشه. اینا رو ما شما عملی میبینیم که پکسل در یک دیسپلی یا در یک تصویر چه قسم است. من در قسمت run درج میکنیم ام اس پن. خب پیش از اونجا میریم در قسمت my document my picture. فرض کنیم یک تصویر است. ایره ما شما بفاییم که از چقدر پکسل تشکیل شد. صحیح زنید؟ از چقدر دات یا نقطه ها تشکیل شد. بالای تصویر right click properties summary white البته ارزش 800 پکسل است و هایت طولش چقدر است؟ 600 پکسل. اینا رو ما میخواییم که در مجموع چقدر پکسل میشه. میریم در قسمت برنامه اکسل هشتاد در 600 بودنی مساوی گرفته اید دوتا رو ضرب میکنین چقدر است؟ 48000 است یا 4 لگان؟ 80000 پیکسل. یعنی یک تصویری که موش ما 800 در 600 سایز ازی باشه 4 لگ و 80000 پیکسل بهش استفاده شد. صحیح زنی؟ وقت زمانی که ما شما این را باز میکنیم پریویو میکنیم به این شکل است تصویر خوب تر دیده میتونیم. صحیح زنی؟ ما میایم پیکسل های زیر کم میکنیم ببینیم که به کدام شکل. بالای تصویر رایت کلیک از این قسمت میایم برش میگیم که ادیت بعدن ایمیج و اتریبیوت هدف ما بالای چی است؟ پکسل است. پکسل فیلیش چقدر است؟ 800 در 600. فرض که این انتخاب میکنیم 200 در 100 سایز بعدن اوکی. یا بین در برنامه ام اس پنت برنامه سوان خوب تر از این کار یک تصویر است ببینید کیفیت بسیار اساس داره. پراپرتیزش میریم بخش دیتیلز این چقدر است؟ 1024 در 768 یعنی پیکسل از این نسبت به او چی است؟ بیشتر است. ما میگیم کم میکنیم این سایز زیره سایز پیکسل هایش البته رایت کلیک از این قسمت انتخاب میکنیم ادیت. ادیت که انتخاب کردیم فعلا ببینید سایزش به این سایز است. میاییم از قسمت ریسایز بخش ایمیج ریسایز
که ما شما انشاءالله باز در بخش گرافیک بیشتر بالای این موضوعات بحث خواهد کرد. هدف ما بالای پیکسل است 1024 در 768 فیلی ازی است. این را انتخاب میکنیم، فرض کنیم 200 در 150 به شکل اتوماتیک ورتیکالش میگیرم. اوکی، سایز به این سایز است. فایل نیم این را برش میگیم که سیو است. در قسمت خود سیمپل پیکچر این را سیو میکنیم به نام ادیتر، یک نام برش میدیم. و حال من در قسمت بخش سیمپل پیکچر یکی قبلیش است که 1024 در 768 پیکسل دارم و فیلی را که ما شما تغییرات آوردیم پیکسلش را کم کردیم، ببینیم که به کدام شکل تصویر کوچک شده. نه، وقت زمانی که ما شما این را بزرگ می سازیم پیکسلهایش یک دانه مارد سیزنه، چرا که پیکسلش کم است. اگر ما شما این را بیشتر باز میکنیم سکر هر قدر که زوم میکنیم کیفیتش را قدر خراب نمیشه، چرا که پیکسل های زی بسیار زیاد است. اما مجرد که ما شما اگر این را باز کنیم یا هر قدر که زوم کنیم پیکسلش چی است؟ کم. یعنی هدف ای است که شما در قسمت پروپرتیز رفتم بخش ستنگ اسکرین ریزولیشن صفحه ما چقدر است؟ 800 در 600. صحیح سنی؟ حالا اگر من از قسمت مای دکومنت یک تصویر ست میکنم سمری اسکرین ریزولیشن از این چقدر است؟ 800 در 600 و صفحه ما هم 800 در 600 است. حالا مجرده که ما ست از بگراوند میگیم ایره ست از بگراوند میگیم در بگراوند خود ست کردیم. حالا که در قسمت پروپرتیز بیم بخش دسکتاپ استرچ مثلا اگر تایل انتخاب کنیم اپلای کنیم کنم تغییرات میاد؟ نه. چرا تغییرات نمیاد؟ آفرین، به خاطر که فکس صفحه چون موضوع شما قبلا خوانده بودیم گفتیم اگر تصویر بزرگ باشه استرچ انتخاب کنیم برابر به صفحه میسازید خرد میسازید، اگر کوچک باشه بزرگ میسازید. حالا به خاطر تغییرات نمیاد که تایل یا سنتر انتخاب میکنیم به خاطر که فکس صفحه و مو 800 در 600 ترتیب شد. خب پراپرتیز ستنگ ما اسکرین ریزولوشن خود بیشتر میسازم، فرض که 1024 در 768 اپلای میگیم اسکرین ریزولوشن سکنین آیکن ها نسبتا خورتر شد دورتر و در مجموع تمام استارت مینیو و تصبری ها رو ببینیم اساستر شد و در ضمن از این خود دسکتاپ هم ببینیم بگراوندش چندین دانه آمده شکل تایل، چرا که اسکرین ریزولوشن شما بیشتر ساختیم و خود صفحه که است بک‌گراند سایز چی است؟ خورتر. پس از قسمت پراپرتیز حالا میتونیم ما از بخش دسکتاپ این انتخاب کنیم برش استرچ اپلای یا یک مثال دیگه براتون بدم. وقت زمانی که شما در کامپیوتر یک گیم انستال می‌کنید گیم انستال می‌کنید اسکرین ریزولوشن شما 1024 در 768 از کمپیوتر بنا گیم انسان میکنی 800 در 600 میلون چیز کنی وقتی که پلی میکنی سایز بسیار کوچک میکنی صحیح زنی؟ چرا که اسکرین ریزولیشن از اون کمتر است. پس شما اگر خواسته باشید که فول اسکرین شود باید نظر به امو ریزولیشن دسکتاپ یا کمپیوتر بنا اسکرین ریزولیشن خود گیم هم چی کنی؟ ترتیب یکی دار بسیار 800 در 600 رو بسازیم بود چی میشه؟ فول اسکرین میشه که هدف بود بالای قسمت ریزولوشن میتونیم که بیشتر و ای که کمتر انتخاب کنیم 1024768 خوبتر است و حال فلحال ما شما 800 در 600 انتخاب میکنیم تا ای که ویندو ها را به شکل اساسیش دیگر بکنیم در پروژکت. بعدا از قسمت ادوانس فعلا آخرین درجه ازی چقدر است؟ 800 در 600 ازی بیشتر ما نمیتونیم که از بخش اسکرین ریزولوشن ازی جا ریزولوشن کم بسازیم. پس من در قسمت ادوانس بخش کستوم ستینگ چند فیصد است؟ 100 فیصد میدانیم که ما ایره 200 فیصد بسازیم و اسکرین ریزولوشن چی شود؟ دیزنیم؟ اگر خواسته باشیم سعی کنیم باز دقیق باشیم ای 800 در 600 است از این بیشتری طرف نمیدانیم که ما شما اسکرین ریزولوشن را کم بسازیم. پس بخاطر از این کار از قسمت ادوانس از بخش کستوم میدانیم که از این استفاده کنیم 200 بسازیم و اگر خواسته باشیم که از این قسمت ببینین آخرش چقدر است؟
16 سال در 12 سال. خواسته باشی بیشتر بسازینش، باز هم میتونی از قسمت کستوم ستینگ ایره پایین تر بده. به اندازه 75 درصد. و بخش بعدیش میم دی قسمت کمپتیبلیتی. After I change display setting. Display setting میم از این قسمت فرض مثال color quality است. کیفیت رنگ. چقدر است؟ 32. اگر ما هر قدر کیفیت بالایی را که شما انتخاب میکنید، ما قدر اساستر از نگاه رنگ در سیستمتان چی میشم؟ تطبیق میشه که ما شما انشاءالله در بخش گرافیک بیشتر بالای این موضوعات، بالای بخش پیکسل، بخش خود همین کالر را بیشتر گرد خواهد کنید. و حال هر قدر که ما شما گفتیم بیشتر انتخاب کنیم، اونم قدر خوبتر از برای سیستم ما. اگر ما انتخاب میکنم 24 بیت، خوب دقیق باشین، اپلای میگیم. سه کس پیش ما شما یک سوال کرد. Your desktop has been configured. Do you want to keep it? Yes, we will. چی میشه؟ Keep میشه. یعنی به میز screen resolution و همچنان high quality تطبیق میشه. پس از قسمت advanced اگر ما انتخاب کنیم restart the computer before applying the new display setting. صحیح سنه؟ ایره که انتخاب کردیم apply بگویم بعدن اوکی کنیم. گفته کامپیوتر اول باید ریستارت شوه، بعد از اون این قسمت یک آپشنه که من چنج میکنم، او آپشن چی شوه؟ تطبیق شوه. صحیح سنی؟ مثلا اگر این 1024 در 768 بسازیم، کمی اپلای کنیم، صحیح کنیم، میگه باید شما چی کنیم؟ کامپیوترتان ریستارت کنیم تا این که آپشن ست شوه. در غیر از اون ما را میتونیم این کار را اجرا کنیم. 100% باید کامپیوتر ریستارت شوه. اگر از قسمت پراپرتیز اپیرنس ادوانس باشین setting advanced ما انتخاب کنیم apply the new setting without restart، یعنی ما یک setting از یک قسمت یک option تغییر میدم، اول امون setting تطبیق شود، بعد از اون باز ما بتانیم که چی کنیم؟ restart. اگر اولش انتخاب باشن با 100% باید اول چی کنی؟ restart کنی، بعد از اون باز option تطبیق شود. اما اگر option دومی رو انتخاب میکنیم، اول آپشن تطبیق میشه، بعد از اون ما میتونیم بیستار کنیم. ببینیم اپلای اوکی 800/600 است. ایره میسازیم 1024/768. مجرد که می اپلای میگیم اول تطبیق شد، بعد از اون میتونی که ریستارت شد. صحیح سنیم؟ اگر بیم ask me before applying the new display setting، یعنی نه ریستارت کو و نه بعد از اون ریستارت کو، از پیشم یک پرسان کو پیش ازی که امو عمل اجرا شد اپلای میکنیم اوکی میکنیم. هدف فقط بالای از این آپشن هاییست که مجموعی آپشن ها را چینج میکنیم. سگو ایره که 1024 در 768 بسازیم، کمی اپلای بگویم، از پیش ما چی کرد؟ سوال کرد که آیا میخواییم کمپیوتر دانه ریستارت کنیم یا اول آپشن تطبیق شد و بعد از ریستارت. پس میتونیم که مجموع ما انتخاب کنیم. ایره اگر انتخاب کنیم اپلای the new setting without restarting خوبتر است. پیش از اون که ریستارت شوه، آپشن ما میتونیم که از قسمت تطبیق کنیم، چی از نگاه ریزولیشن باشه، چی از نگاه کالر کوالیتی باشه. و این بود در مجموع بخش دیسپلی پراپرتیز که ما شما خواهیم. بعد از این بخش بعدیش استارت مینیو و تاسک بار اینو شما میشناسید. حالا میخوایم که تغییرات بالای تاسک بار و استارت مینیو یعنی به این صورت بالای قسمت خود تاسک بار رایت کلیک، اینجا برش میگیم که پراپرتیز. پراپرتیز که گفتیم در قدم اول داریم هدف ما بالای تاسک بار است. تاسک بار این از این قسمت تا و قسمت آخر مربوط چی میشه؟ تاسک بار میشه. فعلا لاک است. لاک چی مانا؟ قفل است. یعنی این تغییرات آورده نمیتونیم. اوکی میکنیم سگه آیا میتونیم که تا بالا کنم این طرف این طرف یا فرض که خرد بزرگ نمیتونیم تغییرات آورده. در این صورت در قسمت پراپرتیز موش ما ایره ان چک میکنیم تا اینکه ان لاک شد، بعدا اپلای اوکی. حالا میتونیم که بزرگ بسازیم، فرض کنید در طرف راست بالا چپ چهار اطرافی رو بتونیم که انتقال بدین یا تغییرات بالا شد. پس اگر این لاک باشه در این صورت موش ما تغییرات آوردن نه. چی از این قسمت عملیه رو اجرا کنیم، چی بریم از قسمت پراپرتیز رو اجرا کنیم. بعدا بخش بعدیش او دو هاید تاسک بار. تاسک بار شما میشناسین، وقتی زمانی که ما ایره فال کنیم اپلای کنیم، وقتی که بالا میبریم کرسر خود به شکل اتوماتیک هاید میشه، یعنی پنهان میشه. وقتی که ما پس کرسر پایین میریم به شکل اتوماتیک چی میشه؟ شو میشه. ببینید
حالا های ده. وقتی که پس کرسر پایین میریم خدا شو. در قسمت پروپرتیز میگیم یه عمل انجرا نشه. او تو های ده انچک میکنیم اپلای بدن اوکی. حالا اگر بالا بریم در اونجا خلاص وقتی پایین هم بریم برجا. پروپرتیز بعدن بخش بعدیش keep the taskbar on the top of other windows. اگر انتخاب باشه فرض کنین سیمپل پیکچر رو باز کردیم فعلا تاسکبار ما هستن؟ هست صحیح سنین؟ اگر بریم از قسمت start run موش ما وردپد رو باز کنیم فول اسکرین باشه بازم تاسکبار هم یعنی هر قدر برنامه رو که موش ما باز میکنیم هر قدر ویندوی رو که باز میکنیم تاسکبار ما در پیش روی ویندوها قرار داره اگر از قسمت properties keep the taskbar on top of other windows and check باشه apply کنیم بعدن اوکی سعی کنیم آقا قرار داره؟ نه در عقب ویندو قرار داره وقتی که منیمایز میکنیم سفره باز هم منیمایز میکنیم سعی کنیم در عقب قرار داره اگر ما برنامه را باز میکنیم در عقب برنامه قرار داره پس اگر آل فلها چیز کار ما باشه توسط ما داشت مکنم کار کردن هم میکنم مثلا یک پروگرام باز کرد ما میخواییم که همیشه در پیشروی برنامه ها پیشروی ویندو ها باشه باز این صورت properties میم از این قسمت keep the taskbar on top of other windows فال میسازیم apply میکنیم اوکی تا این که taskbar ما همیشه در پیش روی ویندو ها قرار صحیح سنه؟ حالا میتونی که موش ما در هر برنامه خواسته باشه دسترسی باشه properties بخش بعدیش گروپ similar taskbar button گروپ similar taskbar button وظیفه چی است فعلا یک برنامه وردپد است میم در این قسمت یک وردپد دیگر هم باز میکنیم چند صفحه شد؟ دو صفحه شد باز هم میریم در این قسمت یک برنامه دیگر را باز میکنیم همین وردپد سه صفحه شد سه ویندو یک ویندو دیگر هم میگیریم از وردپد چند تا شد؟ چهار تا و یک فولدر داریم میایم از این قسمت فرض کنیم فولدر مای موزیک هم باز میکنیم و مای داکومنت هم باز میکنیم این فولدر هاست مای پیکچر هم باز میکنیم و همچنان مای داکومنت هم داریم تقریبا پنج فولدر داریم چهار برنامه ورد با به اینجا هدف ما چی بود؟ ای که فال است گفتیم گروپ سیمیلر تست بر بطن اون پروگرام هایی که مشابه می باشن مثلا چندین برنامه وردپد داشتیم سعی کنید تمامش یک گروپ شده که نه پس اگر هر کدامش جدا جدا باشه وقت جای جا ده میگیره در و همچنان فولدر ها بود چندین فولدر تمامش در گروپ بخواد پس اگر یه از قسمت گروپ سمیره تست بر بطن غیر فال باشه اپلای کنید در این صورت ببینید تمام ویندوهای مجموعه اگر مشابه هم باشه جدا جدا باشه در قسمت تست بار یک دو سه چهار و میاساس تمام حالا دیگه جای نیست که مطمئن کنیم پس ما میخواییم که همیشه ویندوهایی که مشابه است پروگرام هایی که مشابه است و در گروپش قرار بگیره تا اینکه جای زیاده در تسک بار نگیره من در قسمت پروپرتیز گروپ سیمیلر تسک بار وطن فال میسازیم بعدا اپلای کرده اوکی میکنیم حالا ببینیم تمامش چی شده گروپ شد هزار برنامه بخش بعدیش داریم در این قسمت شو کویک لنج ایره فال میسازیم بعدا اپلای میکنیم سعی کنید در قسمت بعد از استارت منیو در این قسمت دو آپشن قرار گرفت دو شارتکات قرار گرفت که ما شما به نام کویک لنچ یاد میکنیم وظیفه کویک لنچ چی است که این کار ما شما را بسیار ساده میسازه مثلا اینترنت از همیشه کار ما بالا اینترنت است من نمیتونم که از قسمت استارت منیو بیام فرض مثال از اینترنت کلیک کنم یا فرض کنم جای دیگه می باشه پس من مستقیما بالای کویک لنچ یک بار کلیک کنیم صفحه اینترنت باز صحیح زنه شو دسکتاپ است مجرده که شما هر قدر موضوعاتی که داشته باشیم شو دسکتاپ رو کلیک کنیم فقط دسکتاپ رو باید ما میخواییم کار ما بیشتر برای پروگرام و وردپد است میخواییم که آیکن وردپد در قسمت کویک لنچ قرار بدم تا ای که هیچ بر من مشکل نباشه که تا ما برم او رو دریافت کنم از قسمت داریم استارت فرض کنین وردپد های در قسمت هست ای رو محکم میگیریم توسط left click میارین در این قسمت جو گیدین سکو جای خود انتخاب بگرد این قسمت رها کرد اینجا شارکت وردپد آمد حالا مجرد که می یک بار بالایش کلیک کنم وردپد باز میشه این ضرورت نیست که من از قسمت start menu فرض مثال از اینجا
او را با بالا میاد دریافت کنه بالاش بره. در قسمت کویک لانچ قرار گرفته، یک بار کلیک میکنید باز. یعنی کدام برنامه‌ای که خواسته باشه بیشتر دسترس کن بالاش باشه، یعنی بیشتر بالاش کار کنید، میدونید که آیکنش در قسمت کویک لانچ قرار بده و از اون استفاده کنید. میخوایم که کویک لانچ در اینجا نباشه، پراپرتیز، پس میم شو کویک لانچ ایرا انچک کرده اپلای. فعلا از اینکه کویک لانچ ایرا فال میسازیم تا اینکه فرم را آسان تر بسازیم. خب این بود موضوع درس ما تا قسمت بخش تست بر اپیرنس. فردا بخواهید بخش نوتیفیکیشن ایریا.